سلام دوستان، کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا با اعلام رسمی نامزدی خانم هیلری کلینتون برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا و سخنرانی وی رسما پایان یافت و مبارزات انتخاباتی تمام عیار بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان رسما آغاز شده. خانم کلینتون در مهمترین سخنرانی خودش در ربع قرنی که در صحنه سیاست آمریکا حضور داره، خودش رو به عنوان یک رهبر با ثبات معرفی کرد و اظهار داشت که آقای ترامپ شایستگی رهبری رو نداره. امروز گفتگو میکنم با خانم مرجان احساسی، وکیل دادگستری، عضو حزب دموکرات آمریکا، داوطلب در کمپین خانم هیلری کلینتون و محقق در دانشگاه جورج تاون واشنگتن. سلام به شما خانم احساسی. سلام آقای فرهودی، خیلی خوشبختم که اینجا هستم. خانم احساسی، در ابتدا دوست دارم که برداشت شما رو بشنویم از سخنرانی خانم کلینتون در شب آخر کنوانسیون حزب دموکرات. خیلی ممنون. سخنرانی خانم کلینتون من فکر میکنم که پایان 4 روز خیلی خیلی موفقیت آمیزی بود که دموکرات ها داشتن در فیلادلفیا، و فکر میکنم که خود سخنرانیشون خب یه مقداری مطلبایی بود که همه انتظار داشتیم در موردش صحبت کنن. خیلی خیلی زیبا به نظر من فرق گذاشتن، فرق خودشونو با آقای ترامپ نشون دادن و یه تا یه مقدار خیلی زیادی تونستن که خود حزب دموکراتو یه وحدتی به وجود بیارن و ما رو با هم بیارن. خطابی که کردن به طرف آقای ساندرز خیلی زیبا بود و فکر میکنم خیلی مهم بود برای حامی های آقای ساندرز که بشنون که مسائلشون رو ما شنیدیم و اهمیت داره برای ما و پرایوریتی اولویت خواهد داده خواهد شد بهشون. مهمتر از همه به نظر من سخنرانیشون تا یه مقدار خیلی زیادی طرف خیلی انسانی خانم کلینتون نشون داد، یک صداقتی نمایان شد که همیشه فکر میکنم مردم نمیبینن و فکر میکنم از نظر من موفقیت آمیزترین صحبتی بود که خانم کلینتون تا حالا کرد. اشاره کردید به هواداران آقای ساندرز. خب آقای ساندرز آمد و حمایت کرد از کاندیداتوری خانم کلینتون، ولی هواداران ایشون هنوز راضی نشدن و ایدهشون میگوین که در انتخابات ماه نوامبر به خانم کلینتون رأی نخواهند داد. آیا این مسئله میتونه تأثیر بذاره بر انتخاب شدن خانم کلینتون؟ 100%. هر گروهی که تصمیم بگیرن که با خانم کلینتون رأی ندن تأثیر خواهد گذاشت. ما واقعا به خصوص وقتی که شما کاندید طرف جمهوری خواه رو نگاه میکنین، در انتخابات نوامبر 2016 فقط یک کاندید واقعا وجود داره و اونم خانم کلینتون هستش. برای همین من امیدوارم که حامیای آقای ساندرز، من خیلی تعجب میکنم اگه با آقای ترامپ رای بدن، اما همینی که رای هم ندن، خیلی ها میگن ممکنه که تعدادی افراد هستن که میگن رای نخواهند داد، به نظر من به عنوان یک سیتیزن امریکا، و در ضمن بهتون بگم این اولین رای من هست، من تقریبا 20 ساله در امریکا زندگی میکنم و تازه 2 سال پیش تصمیم گرفتم سیتیزن بشم چون امیدوار بودم که هیلری کلینتون اسمشو بذاره در برای ریاست جمهوری. از نظر سیتیزن شما مسئول هستین که رأی بدین و باید رأیتون رو با فکر بدین. یه مسئله دیگه رو که اگه اجازه بدین در موردش صحبت کنم این هستش که من در اسکاتلند بودم موقع رفراندوم برگزیت و واقعا روز بعد برای خودم، چون انگلیسا میدونین آدم فکر میکنه که با فکر رأی میدن، و روز بعد از رأی گیری برگزیت
رپورت ها، مقاله هایی که نوشته شد، انگلیس هایی که میگفتن ما صبح بعد از رای برگزیت یه مقداری روی ایو تحقیق کردیم و اگر قرار بود امروز رای بدیم رای دیگری میدادیم. من امیدوار هستم که این درسی باشه برای امریکایی های عزیز که قبل از نوامبر واقعا فکر بکنیم این رأیمون رأی خیلی خیلی مهمیه. 2016 فقط رأی بین جمهوری خواه و دموکرات نیست، رأی بین ارزش هایی که ما داریم در امریکا، و همونطور که گفتم از نظر ما فقط یک کاندید هست. خانم احساسی، انتخابات 2016 تا حدودی منو به یاد انتخابات سال 2000 میندازه که الگور با آقای جورج دبلیو بوش رقابت میکردن. در اون زمان همه فکر میکردن که الگور انتخاب میشه، چون الگوری که شخصیت فهمیده تر بود، شناخت بیشتری از سیاست در آمریکا داشت، تجربهش بیشتر بود، و جورج دبلیو بوش رو خیلی ها جدی نمی گرفتن به خاطر اون گاف هایی هم که میکرد در سخنرانی هاش. ولی بعد دیدیم که این طور نشد و آقای جورج دبلیو بوش انتخاب شد. آیا شما فکر میکنید که در این دوره هم ممکنه اون کاندیدایی که واقعا شایسته تر باشه انتخاب نشه؟ سوالتون خیلی سوال خوبی هستش و خودمونم در مورد سال 2000 زیاد فکر میکنیم. چند تا مسئله هستش که این انتخابات 2016 رو با انتخابات سال 2000 فرق میذاره بینشون. یکی این هستش که همونطور که همه در مورد صحبت میکنن، خانم کلینتون در واقع با کیفیت ترین کاندیدی هست که ما تا حالا داشتیم در این مملکت، هم از نظر رکوردشون در کاخ سفید، هم از نظر رکوردشون به عنوان سناتور، هم از نظر رکوردشون به عنوان سکرتری اف استیت در زمان آقای اوباما، وزیر خارجه. وزیر خارجه، ببخشید. بله. سو یه مسئله کوالیفیکیشن های کیفیت خانم کلینتون هستش که با آقای گور فرق میکنه در سال 2000. مسئله دیگه که خودتون بهش اشاره کردین اول که صحبت میکردین، مسئله این هستش که خانم کلینتون یک خانم کاندید باثباتی هست بر عکس کاندید طرف جمهوری خواه، که نشون داده هر هفته و هر تقریبا هر روز که واقعا آدم بی ثباتی است. آقای بوش ممکنه اشتباه کردن در صحبتاشون یه مقداری، آقای ترامپ نشون، یعنی واقعا این مسئله آخری که پیش اومد چند روز پیش با روسیه، واقعا که خواستن از روسا که بیان هک بکنن در سیستم ما وارد بشن و این، ولی تا اونجا که میدونیم آقای ترامپ عقب نشینی کرد و گفت یک حالت طعنه زدن و سارکازم داشته صحبتش، جدی مثلا نبوده. بله، خب این حرف رو زدن بعد از یه چند روزی، اما میدونین مسئله اینه که یک فردی که داره در یک پرس کانفرنسی میتونه یک همچین صحبتی بکنه، یک همچین حتی یک همچین موردی رو به عنوان طنز حتی در موردش صحبت کنه در یک جایی که همه خیلی جدی داشتن صحبت میکردن، یه مقداری نگران کننده است. خانم کلینتون در سخنرانیشون گفتن که اولویتشون در صورت راهیابی به کاخ سفید مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، بالا بردن حداقل دستمزدها و گرفتن درست مالیات از شرکت‌های بزرگ در آمریکاست. در این حال آقای ترامپ خودش رو کاندیدای نظم و قانون توصیف کرده و میگوید که اولویت اصلیش ایجاد امنیت در کشور هستش، و میدونیم که الان هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی با مسئله تروریسم روبرو هستند. تروریسم از جانب اسلامگرایان افراطی، گروه داعش، و فکر نمی کنید که در ذهن پس ذهن آمریکایی‌ها هم مسئله امنیت از اولویت بیشتری برخوردار باشه تا اینکه فکر این بکنن که دستمزدشون مثلا یک چند دلاری افزایش پیدا کنه در دوران خانم کلینتون؟ فکر نمی کنم این دو مسئله با هم فرق داشته باشن. در واقع هر دو مسائلی هستن که خیلی مهم هستن. من میتونم به شما بگم که به عنوان کسی که در امریکا سفر میکنه زیاد، دو هفته پیش در نورث کارولینا بودم. مردمی که در نورث کارولینا زندگی میکنن، مسئله امنیت، بله، مسئله ای هستش که ممکنه در تلویزیون
میخونن میشنون. مسئله بزرگ مسئله دستمزد هستش، مسئله این هستش که در امریکا ما واقعا یک مسئله اقتصادی خیلی مهمی داریم و میبایستی که بهش توجه داده بشه. یه مقدار زیادی که میبینیم یه آدمی مثل برنی ساندرز انقدر حامی پیدا میکنه به خاطر این هستش که مردم تغییر در زندگی خودشون میخوان. سو به نظر من مسئله اقتصادی مملکت یه مسئله خیلی خیلی مهمیه و من خیلی خوشحال هستم که خانم کلینتون این مسئله رو اولویتی رو که لازم هست بهش میدن. در ضمن بله مسئله تروریسم خیلی مهمه، چه مسئله خشونت در خود امریکا و مسائلی که هر روز میبینیم در ایالات مختلف به وجود میاد و هم مسائل با تروریسم بین‌المللی. من فکر میکنم که خانم کلینتون خیلی زیبا تونستن توضیح بدن که ما این مسائل رو داریم و اون چی میگن اون تعادلی که لازم هست و بین مسائل خیلی مهمی که این مملکت الان باهاش روبرو هستش و در ضمن اینی که این مملکت هم به سیاهی که آقای ترامپ چی میگن اون سیاهی که ارائه میدن در صحبتشون اون هم نیست واقعا در این مملکت. بله اون دوتا مسئله من فکر نمی کنم به انگلیسی بلدم بگم mutually exclusive نیستن، هر دو به هر حال پرایوریتی های مهمی هستن. یعنی فکر نمی کنی برای آمریکایی‌ها مهمترین چیز این باشه که تو کشورشون امنیت اول باشه، وقتی میرن بیرون نگران نباشن که بمبی بتره که تیراندازی بشه تا اینکه بعداً به فکر مسئله رفاهی خودشون بیفتن؟ اینجوری میخواستم ازتون سوال کنم. مطمئن نیستم که بشه واقعا گفت که یکی مهمتر از یکی دیگر هستش. میدونید در این مملکت من خودم در واشنگتن زندگی میکنم، شما نیم ساعتی واشنگتن که برین فقر بسیار هستش. من فکر نمی کنم که مادرها پدرهایی که بیدار میشن صبح و کار ندارن فکر اولشون بمب هستش، فکر اولشون اینه که امروز صبح بچم صبحونه چی بدم. و فکر میکنم در هر مملکتی مسائل اقتصادی به هر حال اولویت همیشه خواهد داشت و اکنون داره در این مملکت. بله. و این برای منظورم این نیست که مسائل تروریسم رو underestimate بکنم، یعنی بهشون توجه نباید بشه، 100% باید بهشون توجه بشه. خب از لحاظ نظرسنجی ها میخواستم ازتون سوال بکنم، معمولا بعد از هر کنوانسیونی مقدار محبوبیت اون کاندیدا بالاتر میره. بعد از کنوانسیون جمهوری خواه ها آقای ترامپ برتریش بیشتر شده نسبت به خانم کلینتون و الان ناظران معتقدن که بعد از این کنوانسیون دموکرات ها خانم کلینتون از آقای ترامپ قدری پیشی خواهد گرفت. ولی در اون ایالت های مهم، ایالت های مثل فرض کنید اوهایو، پنسیلوانیا که معمولا نه گرایش خیلی زیادی به جمهوری خواه دارن نه گرایش به دموکرات و ایالت های سرنوشت سازی هستند، اونجا رو خانم کلینتون چه استراتژی میخواد در پیش بگیره که اون ایالت ها رو به نفع خودش تموم بکنه؟ اونطوری که حتما خودتونم شنیدین روز بعد از کنونشن دیروز صبح خانم کلینتون و آقای کین با هم رفتن در یک تور به یک تور اتوبوس در ایالت پنسیلوانیا و به ایالت های دیگه هم خواهند رفت که با مردم ملاقات کنن، با مردم صحبت کنن. سوالتون اگر اجازه بدین یه روی دیگه هم جواب بدم، همونطور که ما دیدیم در خود کنونشن، این چند روز کنونشن صحبت سخنرانی هایی که شد، واقعا ما سعی کردیم که تمامی افراد امریکا رو جلب کنیم به طرف خودمون. یه 4 تا بیس مختلف هست، یکی دموکرات های خودمون هستن که در حال حامی خانم کلینتون هستن، یک بیس مهم دیگر همونطور که در مورد صحبت کردیم بیس حامی های آقای ساندرز هستند که فکر میکنم موفقیت آمیز بود صحبت همون با آقای ساندرز، اشارهی که با آقای ساندرز شد. و بله همونطور که میگین همون چند روز کنونشن هم تعدادی بودن از حامی های آقای ساندرز که ممکنه هنوز رضایت کامل ندارن به اینکه به خانم کلینتون رای بدن، اما امیدوار هستیم که در این 100 روز آینده بتونیم اونا رو هم به طرف خودمون بکشونیم. دو تا بیس دیگه هست که خیلی مهم هستن برای ما، یکی مستقل ها هستن که همونطور که حتما مشاهده کردین مایکل بلومبرگ
شهردار نیویورک یه شب صحبت کردن در کنونشن و من فکر میکنم صحبت خیلی موفقیت آمیزی بود و به خصوص که خودشونم از نیویورک میان، خودشونم بزنسمن هستن و تونستن که یک تصویر خیلی مثبتی و یک صحبت خیلی مثبتی بکنند که چرا مستقل ها میبایستی به خانم کلینتون رای بدن در رای نوامبر. آخرین بیس جمهوری خواه ها هستن و باز همونطور که هر روز مشاهده میکنیم در تلویزیون و در کنونشن خودمون در فیلادلفیا تعداد زیادی سخنرانی ها ریپابلیکن ها بودن که میامدن صحبت میکردن که چرا در نوامبر حتی کسایی که همیشه جمهوری خواه رای دادن در نوامبر تصمیم گرفتن که به خاطر اینکه آقای ترامپ ارزشایی که اونا براشون مهمه و برای امریکا مهمه رو تصمیم گرفتن که دموکرات رای دادن در نوامبر. سو جواب سوالتون این هستش که این چارتا بیس، ما باید هر روز به فکر هر چارتای این بیس ها باشیم و من اونجوری که میبینم فکر میکنم که هر روز ما داریم یه مقداری پیشرفت میکنیم در گرایش به سوی خودمون آوردن این چارتا بیس مختلف. چه برنامه هایی دارید برای مناظره با آقای ترامپ؟ خیلی ها معتقدن که در این مناظره هستش که ترامپ ممکنه حرف های عجیب غریب تری بزنه و به ضرر خودش در واقع تموم بشه این صحبتاش. چند تا مناظره قراره انجام بشه؟ آیا هیچ صحبتی شده در این مورد؟ حتما صحبت های زیادی شده. من خودم تمام جزئیات رو نمیدونم. من میدونی یه مقداری فعالیتام در فعالیت هایی که دارم در مورد دیبیت صحبت نکردم با کسی در حزب. میدونم که صحبت های زیادی داره میشه. راستش فکر میکنم که احدی نیست در امریکا که بخواد با خانم کلینتون وارد دیبیت بشه، به خاطر اینکه انقدر قوی هستن که فکر میکنم آقای ترامپ احتمالاً حرفی که زده میشه اینه که آقای ترامپ ممکنه قبول نکنه که وارد دیبیت بشه با خانم کلینتون، به خاطر اینکه میدونن که چقدر برای آقای ترامپ مشکل خواهد. ولی میدونین در هیچ یک از این انتخابات ریاست جمهوری نبوده که مناظره‌ای نداشته باشیم، همیشه مناظره صورت گرفته. حالا ممکنه تعدادش کم بوده ولی همیشه حداقل یه مناظره، دو مناظره بین کاندیداها بوده. ما خیلی مایل هستیم که بیشتر داشته باشیم مناظره، اما چند تا داشته باشیم آخر خط واقعا من نمیدونم. شما به عنوان یک داوطلب تو کمپین دقیقاً وظیفتون چیه؟ چی کارا انجام میدین توی کمپین خانم؟ من همونطور که خودتون گفتین من داوطلب هستم، برای همین من در سه مورد مختلف از تقریبا یک سال الان که کارهای مختلف کردم، فعالیت‌های محدودی داشتم. یه مقداری از کاری که کردم سفر کردم چند دفعه با کمپین، برای قبل از پرایمری های مختلف به نیو همشیر بودم، به آریزونا بودم، برای اینکه کمک کنم که مردم رو بیارین بیرون و رای بدن، get out the vote بودم با کمپین. یک دونه دیگه، یک جای، یه محل، یه فعالیت دیگه ای که دارم این هستش که خانم کلینتون پالیسی گروپ های مختلف دارن که ما تحقیق میکنیم برای مسائل مختلفی که احتیاج هست در موردش صحبت بشه. من پالیسی گروپی که من روش هستم دموکراسی، هیومن رایتس و لا هستش، که یعنی پالیسی گروپ دموکراسی، حقوق بشر و حقوق. تعداد زیادی هستیم که بهمون پروژه‌های مختلف میدن و تحقیقات مختلف میکنیم و بعد به صورت ممو یا به صورت تاکینگ پوینت میفرستیم به حزب. قسمت سوم فعالیتم یه مقداری فاند ریزینگ هستش، جمع‌آوری اعانات. دقیقاً. و در اون محل یه مقداری فعالیت های مختلف داشتم. یکی از مسائلی آقای فرهودی که برای من خیلی مهم هستش این هستش که، و یه مقداری شما فکر میکنم با برادر من آشنا هستین، علی احساسی که پارسال برای عضو پارلمان. دقیقاً. و مقدار زیادی خودم و بچه ها در عرض یک سال و نیمی که علی فعالیت داشتش به تورنتو رفتیم و واقعا میدونین به عنوان کسی که به عنوان مهاجر به امریکا اومده، همیشه در کنار دولت من کار کردم، سال هاست که در کار روابط بین المللی و international development کار کردم، اما این شب با دولت کار نکردم. برام یکی از فعالیت های خیلی بزرگی که سعی کردم داشته باشم در واشنگتن و در محل ویرجینیا و مریلند این بوده که ایرانی ها رو بیارم که حامی هیلری باشیم و داریم سعی میکنیم که یک فاندریزوری در سپتامبر داشته باشیم
اینجا که باز حمایتمون رو از به هیلاری نشون بدیم. و میتونین مهمه که ما مهاجرین در همه سطح که شما نگاه کنین، ایرانی ها موفق هستیم، در طب موفق هستیم، در حقوق موفق هستیم، در دانشگاه ها موفق هستیم، در همه چیز جز همه سیاست چیز خانم. جز سیاست. و واقعا امیدوارم که هر انتخابات باعث بشه که ما بیشتر و بیشتر بله شرکت داشته باشیم. آیا خانم کلینتون مایل هست که مثلا از میان ایرانی ها حمایت بشه ازشون؟ آیا هیچ اقدامی به عمل آوردن که جامعه ایرانی هم بسیج بکنن برای اینکه بیان و رأی بدن به نفع ایشون؟ 100% خانم کلینتون خیلی مایل هستن و ستاد انتخاباتیشون خیلی مایل هستن. اما شما آقای فرهودی فکر میکنم بهتر از من میدونین که ما ایرانی ها خیلی بلد نیستیم با هم بیایم متاسفانه. و من فکر میکنم یه مقداریش میتونیم بگیم بله خانم کلینتون و ستاد انتخاباتیشون باید فعالیت بیشتری بکنن، اما ما هستیم که مسئول هستیم. ما باید صدامونو مطمئن باشیم که ستاد انتخاباتی خانم کلینتون میشنوه. شما میدونین خانم کلینتون به سوی هندیای امریکایی نمیرن، هندیای امریکایی هستن که به هم میان، با هم جمع میشن، پاکستانی ها، همه اقلیت یهودی های این مملکت خودشون رو موبیلایز میکنن و اونها هستن که این مسئولیت رو قبول میکنن که جمع بشن و بعد خانم کلینتون رو دعوت کنن. خانم احساسی، در رابطه با این همین برنامه هایی که خانم کلینتون دارن، آیا شما خب بالاخره نبض جامعه دستتون هست، میبینید که ایرانی ها ممکنه به کدوم طرف متمایل باشن؟ الان در حال حاضر فکر میکنید جامعه ایرانی بیشتر دلش میخواد کدوم یکی از این کاندیداها انتخاب بشه؟ من در حدی که من میدونم، باز من هیچ سنجش به خصوصی نکردم در حد مملکت، اما با دوستان که صحبت میکنم برای من اصلا قابل مقایسه نیست. تقریبا میخوام بگم اقلا از صحبتهایی که من میکنم 70-80% ایرانی ها به هیلاری کلینتون رای خواهند داد. مطمئن نیستم که شماره ای که بهتون میدم درست هستش یا نه. این صحبت رو نمی کنم برای اینکه بگم که همه میخوان فکر میکنن که هیلاری کلینتون کاندید ایدئالی هستن. فکر میکنم یه مقداری از دوستان ایرانی با رزرویشن به خانم کلینتون ممکنه رای بدن، چون همونطور که میدونیم ایرانی ها یه مقداری نگران هستن از پوزیشن خانم کلینتون در مورد ایران. اما خیلی خیلی محدود هستن ایرانی هایی رو که من باهاشون صحبت کردم که گفتن به آقای ترامپ رای میدن. یعنی فکر میکنید به خاطر اینکه فرض کنید خانم کلینتون ممکنه با جمهوری اسلامی کنار بیاد، به این خاطر ناراحتن، نمیخوان به خانم کلینتون رای بدن، و فکر میکنن آقای ترامپ مثلا میاد با جمهوری اسلامی درگیر میشه و به قول معروف باعث تغییر رژیم در ایران میشه؟ نه خیر، چیزی که بیشتر مسئله‌ای که بیشتر فکر میکنم برای ایرانی ها سخت هستش اینن که یه مقداری فکر میکنن که خانم کلینتون ممکنه اون تعهدی که آقای اوباما فور اگزمپل به طبق مثلا مثال به این دیل نوکلیر دارن، اون تعهد رو خانم کلینتون نداره. ولی خانم کلینتون مذر میخوام خودشون در سخنرانیشون از اون توافق به عنوان یک اتفاق خوب یاد کرده، گفته به این دو توافق، به این توافق و همینطور پیمان تغییرات آب و هوایی میبالد، چون یه مقداری از این مذاکرات اتمی بین ایران و پنجه بلوی در زمان خانم کلینتون انجام شد. کاملا حرفتون درست هستش و خانم کلینتون در هیچ کدوم از سخنگویاشون از نوکلیر دیل به صورت منفی صحبت نکردن. برای خودشون و برای ادمنستریشنشون در سال 2017 یک موفقیت هستش و نگران کننده آقای ترامپ هستش که احتمالا در ژانویه، خودشون گفتن اگر منتخب بشن در ژانویه 2017 به این نوکلیر دیل هیچ وزنی نخواهند داد و فکر میکنن که از بین خواهند بردش. سپاسگزارم از شما خانم مرجان احساسی که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام خیلی ممنون.